به نام نامی سلام، سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حال و احوال دلتون خوب باشه. عزیزان و ارجمندان بیننده، انسان در زندگیش دو تا معلم داره، یکی آموزگار و دیگری روزگار. اگر اون چیزهایی رو که باید یاد بگیریم از آموزگار خودمون با شیرینی نیاموزیم، لاجرم باید از روزگار اون رو یاد بگیریم، اون هم با تلخی. اولی به قیمت جونش تموم میشه. بله، آموزگار برای ما وقتش رو میذاره، انرژیش رو میذاره و جونش رو خرج میکنه، و دومی به قیمت جون خودت. اوقاتتون خوش. باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن میشنوی بانگ اذان. انعکاس خوش آهنگ اذان، مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را می خواند بهترین کار، تو را می خواند بهترین کار، تو را می خواند بهترین کار. نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا. بهترین کار نماز است بیا، لحظه راز و نیاز است بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يحب المتوکلین. دوستم داری، میدانم، چون به تو، به خودت توکل کردم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه دارم حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام و برنامه خودتون، برنامه از آنگاهی بربال ملائک. الحمدلله امروز هم توفیق حاصل شده که همراه و هم صحبتتون باشیم و سوار بربال ملائک تا از آن هنگام با همدیگه گپ و گفتی داشته باشیم. اما همراه بخش ابتدایی برنامه بودید. میخوام بگم چقدر خوبه که به موقع اون چیزایی رو که باید یاد بگیریم از معلم و آموزگار خودمون و یا از اون شخص با تجربه‌ای که میخوایم ازش فرا بگیریم یاد بگیریم، تا اینکه مبادا روزگار خودش اقدام کنه به آموزش دادن و یاد دادن، که اون موقع روزگار معلمی است بدخلق که لاجرم باید با تلخیهاش کنار بیایم. پس همین الان اقدام کنیم به آموختن از طریق همون معلم و از طریق همون شخص با تجربه‌ای که تا الان باید ازش یاد می‌گرفتیم و غفلت کردیم. امروز هم تا از آن هنگام همراه و همقدم و همصحبت شما عزیزان و یاران ناب برنامه از آنگاهی بربال ملائک هستیم. خواهش می‌کنم شما هم همراه ما باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عرض سلام مجدد دارم حضور یکایک شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام، که الان منازلتون مطهر، معطر و مزین شد به آیاتی چند از کلام الله مجید. به اتفاق هم آیاتی رو شنیدیم و لذت بردیم. اما امروز هم طبق روال برنامه قرار هستش که به نکاتی از این آیاتی که در این صفحه از قرآن کریم وجود داشت بپردازیم و به اتفاق هم بررسی بکنیم. خداوند متعال در آیه 130
سوره مبارکه آل عمران می‌فرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلی العظیم. در ترجمه می‌خوانیم که ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا و سود پول را چند برابر نخورید و از مخالفت با فرمان خدا بپرهیزید تا رستگار شوید. امام علی علیه السلام می‌فرمایند که ای گروه تاجران، ابتدا احکام را یاد بگیرید سپس تجارت کنید. میدونید که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در بازار قدم بر می داشتند و مرتباً این جمله رو تکرار می کردند که الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، تکرار می کردند. در این روایت هم به همین شکل هست. حضرت سه بار تکرار کردند و فرمودند که به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت مورچه بر روی تخت سنگ می باشد. نکته بسیار مهمی هست که در خصوصش با هم گپ خواهیم زد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هر کس ربا بخورد، خداوند عز و جل به اندازه ربایی که خورده شکمش را از آتش دوزخ پر کند و اگر از طریق ربا مالی به دست آورد، خدای تعالی هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانی که قیراتی از مال ربا نزدش باشد، پیوسته خداوند و فرشتگان او را لعن خواهند کرد، او را نفرین خواهند کرد. نکته بسیار مهمیه. ما معاملات زیادی رو انجام میدیم، خرید و فروش زیادی رو انجام میدیم. اگر حواسمون جمع باشه و مرتبا نگاهمون به آیات قرآن کریم باشه، به روایات باشه، اون شخصی که سود میبره و نفع میبره ما هستیم، چرا که قطعا دنیا اونقدر ارزش نداره که آخرت خودمون رو بفروشیم و از دست بدیم. یه خبر خوش برای شما عزیزان بیننده‌ای که در جریان نیستید، ما یک شنبه ها در همین استودیو در خدمت جناب حجت الاسلام وافی هستیم. ایشون بحثی رو الان پیش گرفتند تحت عنوان احکام مکاسب و معاملات. خب برای ما مسلمان ها واقعا واجبه دانستن این احکام. اما نکته مهمی که وجود داره و جالب توجه هم هست اینه که این نیست که صرفا این احکام به قول حاج آقای وافی اینگونه باشه که فقط به ما بگن که نکنید، نخورید، فلان کار رو انجام ندید. نه، روایات حتی راه‌های بیشتری برای کسب سود رو به ما نشون میدن، اما به شکل حلال. از شما دعوت میکنم که یک شنبه ها هم همراه باشید با برنامه خودتون، چرا که این قضیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستش. عزیزان بیننده، ما امروز هم تا حوالی اذان در خدمت شما هستیم، توفیق همراهی شما رو داریم. خواهشمندم شما هم ما رو همراهی بفرمایید. خیلی ممنون و متشکرم که کماکان
بیننده برنامه خودتون هستید. شخصی بود، تاجر معروفی بود که ارادت خیلی زیادی داشت به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین و از شیعیان حضرت بود و سواد آنچنانی هم نداشت، اما دوست داشت که به اندازه توانایی و وسع خودش یک خدمتی به قدیر بکنه. با خودش فکر میکرد که چه کار بکنم و چه کار نکنم. سرانجام تصمیم گرفت که مجموعه وزین القدیر جناب علامه امینی رو تهیه کنه و این رو در قفسه کتب پشت سرش در دفتر خودش بچینه و قرار بده. این کار رو هم کرد. یک روز که یکی از دوستان تاجرش که بر مذهب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم نبودند، مهمان این بنده خدا بودند برای بستن یک قرارداد کاری و بعد از اینکه کارشون تموم شد، چشمشون به اون مجموعه کتبی که پشت سر این تاجر شیعه بود افتاد. براش سوال پیش اومد که اون چیه پشت سرت؟ چه کتابی هست؟ این تاجر شیعه گفت که کتاب القدیر هست، نوشته ی علامه امینیه و کتاب خیلی خوبیه و این در حالی بود که خودش هم شاید مطالعه نکرده بوده مگر به جز چند تا صفحه. این تاجری که بر مذهب اهل بیت هم نبود، بعد از تعریف‌های این تاجر شیعه علاقمند شد، مشتاق شد که کتاب القدیر رو مطالعه بکنه. شروع کرد به قرض گرفتن این کتب از رفیق شیعه و رفیق تاجر خودش و آرام آرام این کتاب رو مطالعه کرد. بعد از یک مدتی مراجعه کرد به دوست خودش برای اظهار تشیع. بله دوستان عزیز، به همین راحتی میتونیم قدیر رو تبلیغ بکنیم. این موردی که خدمتون عرض کردم مصداقی هست برای تولید محتوا در روزگار امروزمون. جناب علامه امینی به تألیف کتابی چنین ارزشمند پرداختند و ماها هم به اندازه وسعمون و قبلن هم عرض کردم خدمتون هر کاری که میتونیم انجام بدیم، اگر اصحاب رسانه هستیم بسم الله محتوا تولید بکنیم، الان وقتشه. اگر نویسنده هستیم شروع بکنیم محتوایی رو بنویسیم. اگر ادیب و شاعر هستیم شروع کنیم از جملات کوتاه تا اشعار چند هزار بیتی برای مولای خودمون، برای رساندن صدای حقانیت قدیر و شیعه به گوش جهانیان اقدام بکنیم و مطمئن باشیم که تک تک این فعالیت ها رو حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین میبینند و شاهد هستند. قطعا همه ما مدیون اتفاق میمون و مبارک قدیر هستیم و دشمنان اهل بیت هم روز به روز تلاششون بیشتر میشه برای انکار این واقعه بزرگ. خواهش میکنم از همین الان که بیننده برنامه خودتون هستید بیان یک قولی رو به هم دیگه بدیم که سنگ تموم بگذاریم برای عید سعید قدیر امسال. خواهش میکنم با ادامه برنامه از آنگاهی بروال ملائک همراه و همقدم باشید، چرا که ما همراه و همصحبت شد. دلم جز هوایت هوایی ندارد، دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب بست و ویران صفایی ندارد.
خراب است و ویران، صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، آقا جان بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد. بله، این زندگانی بدون حضور و وجود مبارک حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف هیچ صفا و وفایی نداره قطعا. ان شاء الله به حق حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها به زودی زود شاهد اتفاق میمون و مبارک ظهور و فرج باشیم و حضوراً خدمت مولای خودمون برسیم و دست بوس اون حضرت باشیم. بینندگان عزیز شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام، هر جای جهان هستید، از هر طریقی و به هر شکلی که دارید برنامه خودتون رو از این قاب جهانی تماشا و مشاهده میکنید، خواهش میکنم دستانتون رو به اتفاق بنده حقیر برادر کوچکتون سجاد اکبری دستاتون رو بالا بیارید به نیت فرج، همگی اللهم عجل ولیک الفرج. ممنون و متشکرم که تا این لحظه همراه و همقدم بنده و همکارانم بودید. اما امروز چهارشنبه هست و به رسم چهارشنبه ها قرار هستش که همراه بشیم با بیانات و مطالب ارزشمند جناب حکیم رضوی قمی و استفاده کنیم. حاج آقا سلام علیکم. وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید. در خدمتتون هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام در خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین بینندگان عزیز و در خدمت شما هستیم با ادامه مباحثمون که در باب دعا بود و دعا درمانی و دعا کردن انشاءالله. بله، گوش جان می سپارم. سلامت باشی. خب عرض کردیم در باب دعا یکی از چیزهایی که باید رعایت بشه آداب قبل از دعا، حین از دعا و حین دعا و بعد از دعاست. خب در حین دعا یک سری آداب رو شمردیم و یک موردش باقی موند، اونم این که در حین دعا کردن اهل بیت علیهم السلام ما رو خیلی سفارش کردن به این که اگر میخواهید دعا کنید دعاتون رو دست جمعی بکنید. یه بابی هم مطرح کردیم جلسه گذشته و عرض شد به این که ما دعا را به مخفیان دعا کردن سفارش شدیم و تضرع. بله، این که انسان به تضرع باشه و مخفیان دعا کردن. بعد و عرض کردیم که چه وجه جمعی بین دست جمع دعا کردن و مخفیان دعا کردن بود که خب گذشت، ولی خب این روایتش رو مطرح نکردیم در مورد دست جمعی دعا کردن. اهل بیت خودشون یکی از حالاتشون این بوده که حضور مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که ید الله مع الجماعه. بله، دست خدا یعنی دست تقدیر خدا و اون چیزی که میخواهد به ما خیلی برسونه، برکتی برسونه، وقتی که با جمع همراه بشه خدا هم دستش و خیرش و برکتش همراه اون جمع میشه. ما در باب دعا برای ظهور امام زمان خب داریم وقتی که اقوام مختلف در باب قضیه ظهور، چون یکی از شباهت‌های وجود مقدس امام زمان در کتاب‌های مختلف هست، اصلا بابی هست، ابواب یعنی هست، شباهت امام زمان با انبیا. اون چیزی که به ما فرمودن طابقا نعل به نعل، هر چی در گذشتگان اتفاق افتاده در آیندگان نیز اتفاق می‌افته، یکیش همین بابه. یعنی شباهت‌ها و اتفاقاتی که برای انبیا افتاده برای امام زمان هم در این ایام خواهد افتاد. یکی از ابواب بحث غیبت. خب خیلی از انبیا غیبت داشتن و اقوامشون دور می شدن از پیامبران زمان خودشون. خب در بابی که امام صادق علیه السلام می فهمد بنی اسرائیل به خاطر اینکه به پیامبر خودشون برسن شبهایی در بیابان، حالا 40 شب 30 شب در بیابان رفتن، تضرع کردن و دعا کردن برای فرج منجی خودشون
و خداوند تبارک و تعالی سالیان سال غیبت رو بخشید به خاطر همین تضرع و دعای جمعی که کردن. خب این یکی از راهکارهایی است که خود اهل بیت هم میفهمند و اگر شما هم به این درجه برسین ظهور امام زمان برای شما هم اتفاق میفته. خب حالا مسائلی عرض شد در جلسه گذشتم، گفتیم بله. این که درخواست باید حقیقی باشه و انسان یقین بکنه که امام زمان هست و پاسخگوش هست و هر چقدر خودش نسبت به امام زمان انتظار داشته باشه همون انقدر بهش داده میشه. منی که میگم من نمیتونم امام زمان رو ببینم، خب نمیتونم ببینم. اون کسی که میگه من الان به خاطر اضطراری که براش پیش اومده میگه اگر امام زمان الان من نبینم، به اون اضطرار امام زمان رو خواهد دید و مسائل خودش. حالا نکته ما اینه که حضرت فرمودن اگر مثل اونها دعا بکنی شما هم به اجابت میرسه دعاتون. اونم تضرع دعای جمعیه، اینکه انسان از احساس اضطرار بکنه و اضطرابی تو وجودش باشه و احساس نیازی بکنه به اینکه به امام زمانش احتیاج داره و دعا برای فرج بکنه، دست جمعی دعا بکنن و تضرع بکنن که خب حالا این انشالله زمین ساز ظهور بشه. پس جمعی دعا کردن اهل بیت سفارش میکنن. حالا یکی میگه آقا من بخوام دست جمع دعا بکنم، اولش تو حیات مذهبی اتفاق میفته، بعد از اینکه هیئت تمام میشه همه دعا میکنن به برکت اون اشکی که برای ابو عبدالله ریخته شده، دعای مستجابی که ماها داریم، اون دعا رو خرج امام زمانشون میکنن. یعنی یه جور دعای دست جمعی کردنه، اونم در یک شرایط بسیار خوب، در فضای معنوی، در فضایی که آیا اینو میشه ما خودمون این دست جمعی دعا کردن رو همیشه داشته باشیم یا نه باید منتظر بمونیم به یک هیئتی برسیم و یک جلسه ای برسیم و یه جایی باشه که بتونیم همه دعا بکنیم. در روایت هست که حضرت میفرمایند از اهل بیت علیهم السلام، پدرم عادتش بر این بود وقتی که میخواستن دعا بکنن، والا مشکلی داشتن یا بالاخره احساس نیاز میکردن که باید درگاه خداوند تبارک و تعالی چیزی رو بخواید، اهل خانه رو جمع میکردن با هم دعا میکردن. چقدر خوب. یعنی حتما این نیست که بگیم ما الان یک جمعیت کثیری، نمیدونم 100 نفر بشیم، 200 نفر بشیم، هیئتی باشه، تجمعی باشه، راهپیمایی باشه، نه اونجا مثلا حتما باید اتفاق بیفته تا این دعای جمعی نامیده بشه، نه همچین چیزی نیست. همون اهل خانه، دو نفریم، سه نفریم، پنج نفریم، سر سفره ایم، بعد از سفره دعا میخواییم بکنیم، تو خونه ایم، اتفاق میفته بچه ها بیایید همه با هم جمع شین، من دعا میکنم شما آمین بگین. همون کاری که وجود از حضرت زهرا سلام الله علیها تو منزل خودشون میکردن، بقیه اهل بیت علیهم السلام هم تو منزل خودشون این کارو میکردن. پس این دعای جمعی یکی از مسائلیه که در مورد دعا و شرایط حین دعا کردن باید رعایت میشه. در باب شرایط بعد از دعا چند تا نکته کوتاه در روایات بیان شده، یکیشو که عرض کردیم در ذیل یک روایتی گفتیم که حضرت میفرمایند اگر دعای شما در بین دو دعای مستجابی که یقینا خدا اونو استجابت میکنه واقع بشه، خدا به احترام اون دعای مستجاب ما بینش هم استجابت میکنه که اونم فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این دعای قبل صلوات، دعای بعد صلوات، ما بینش هم خدا به برکت این صلوات، یعنی به برکت این دعایی که نزد خدا حتما مستجابه، ما بینش هم خدا مستجاب میکنه. البته با اون شرطی که عرض کردیم چیزی که به ضرر انسان باشه خدا هیچ وقت استجابت نمیکنه، چون این توقعی نباید داشته باشیم که خدا بد ما رو بخواد. ولی یک روایت خاص خود این قضیه هم داریم، یعنی جزء شرایط و آداب بعد از دعا فرستادن صلواته که حالا روایتش هم در کتب روایه ما اومده از امام صادق علیه السلام. حضرت میفهمن که دعا در حجابی میمونه، یعنی وقتی که من دعا میکنم دعا به طرف آسمان که میره، آسمان دارای حجاب هاییست، در یکی از این حجاب ها دعا میماند و به آسمان بالا نمیرود تا اینکه شخص صلوات بفرستد. یعنی از بین برنده حجاب دعا برای اینکه به هدف استجابت برسه فرستادن صلوات است بر محمد و آل محمد. در مورد حالا یکی از شرایط دیگه‌ای که بعد از دعا
اهل بیت به سفارش کردن. میفرمایند دست رو انسان وقتی به طرف آسمان میبره، که عرض کردیم هدف از طرف آسمان بردن دست اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که چون محل نزول رزق ما از آسمانه، رضا دست به سمت آسمان و الله همه جا خدا هست. این دستی که انسان بالا برده و داره باهاش دعا میکنه در حین دعا، که آداب حین دعا بود، بله. دعا که تمام شد این دست رو حضرت میفرماید به صورت خود بکشید. یکی از آداب بعد از دعا دیدید اغلب مثلا توی بعد از نمازشون وقتی نشستن دستشون رو بالا دعا میکنن، دستاشون رو به صورتشون میکشن. این دست به صورت کشیدن امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی کسی دعا میکنه بعد از آن دستش رو حتما به صورتش بکشه، یعنی از دستورات اهل بیت علیهم السلام. دلیلش مشخص هست؟ دلیلش نگاه کنید، چیزی که اهل بیت گفته باشن که بخوایم بگیم علت باشه، نه. یعنی من چیزی تو روایت ندیدم که گفته باشن چرا این کار اتفاق میفته. ولی اگه بخوایم یه چیز دلی و یک احتمال از خودمون بگیم، دست وقتی که سائل دراز میکنه به طرف اون شخصی که با چیزی ازش بگیره، هر چی بهش بده تو دستش میده. آره، بله. درست شد. هر چیه به این دست. وقتی که من دست رو طرف آسمان بلند میکنم، خدا هر چی به من بده، ظاهرا به دست من داده. من اون دستم به طرف خودم و به بهترین عضو بدن انسان و عضو رئیسه انسان که سر انسانه، همه رو مثلا من به طرف خودم میارم و یک جور تشکر از خداوند تبارک و تعالی. این چیزی که حالا به ذهن میرسه و الا بگیم دلیل اصلی چیه، آیا مثلا انرژی خاصی وجود داره یا مثلا حال خاصی داره، علت خاصی داره، اون خود اهل بیت اگه فهمیده باشن میتونن بهش استناد کنیم و الا فقط من باب حکمت میتونیم بیان کنیم. مورد بعدی که حالا الان سه مورد عرض شد، سه مورد یعنی سه فصل، آداب قبل از دعا، آداب حین دعا، آداب بعد از دعا. یک مورد دیگه که اینجا مطرح میشه آداب دعا کردن در هر حالیه، یعنی فرق نمیکنه که قبل از دعا باشیم، حین دعا باشیم، بعد از دعا باشیم، یک سری از شرایط رو باید انسان رعایت بکنه برای دعا کردن. دعا کننده باید همراهش عمل صالح باشه. این عمل صالح رو اگه خاطرتون باشه قبلا عرض کردیم، گفتیم که آقا انسانی که اهل گناهه خیلی از اوقات دعاهاش مستجاب نمیشه و تو عوامل بررسیش بره دنبال این که آقا گناه نباید داشته باشه، باید این دل پاک باشه، دلی که میخواد دعا بکنه. برای همه استغفار قبل از دعا رو گفتیم. چرا این دوباره تکرار شد؟ عمل صالح همراه با دعا لازمه باشه، قبل از دعا هم لازمه باشه. در این روایتی داریم که اینجا عرض به خدمت عزیزان، بعد از دعا هم لازم است که باشد. حالا خوب دقت بکنید، ما روایتی داریم، اول اینکه حالا در باب عمل صالح، این سوره قرآن است، سوره شورا آیه 26، بله. و یستجیب الذین آمنوا و عمل الصالحات. استجابت برای کسیه که اول اینکه ایمان، شرط اول ایمان، بعد عمل صالح، یعنی حالا تشیع داره، ایمان به خدا و پیغمبر و امام داره ولی عمل صالح نداره، یه چیزی برای استجابت دعا پس کم داره. این یک روایته. ولی روایت که میخواستم عرض کنم خدمتتون، امام باقر علیه السلام میفرمایند گاهی بنده ای از خدا حاجتی را طلب میکند. خوب دقت کنید، نکته خیلی مهمه. گاهی بنده از خدا حاجتی را طلب میکنه، این درخواست و این طلبش سزاوار استجابت هم هست. یعنی طلب بدی هم نکرده، حرفی زده، چیزی خواسته که خدا اون هم میتونه استجابتش بکنه و به نفع این بندم هست. سزاوار استجابت هست، حال یا با تأخیر یا با تعجیل. یعنی این قیدم حضرت زد، یعنی سزاوارش هستی حالا همین الان یا نه، تو سزاوار این هستی که به خونه، به ماشین برسی، ولی سال دیگه، نه همین امسال. خدا اجابت میکنه، شروع میکنه موانع رو برطرف میکنه، ولی تو یک سال دیگه به نتیجه میرسی، با تعجیل یا با تأخیر فرقی نمیکنه، سزاوار استجابت است. پس از آن بنده مرتکب گناه میشود. دعا کردی، دعات هم به اجابت نزدیک شده، حالا تأخیرن یا تعجیلن این دعا میخواسته مستجاب بشه، مرتکب گناه میشه، خداوند به فرشته امر میکند حاجات او را برآورده نکن و او را از نعمت اجابت محروم کن، چرا که او باعث غضب من
و محرومیت از فضل و کرم من شد. پس این که عرض کردیم عمل صالح یکی از چیزهایی که باید همیشه همراه دعا باشه، خب ما قبلا عرض کرده بودیم برای دعا کردن این انسان عمل صالح داشته باشه، ولی این عمل صالح ما بعد دعا هم باید ادامه پیدا بکنه، که خود گناه و عمل صالح نداشتن میتونه مانع از دعایی که حتی میخواسته مستجاب بشه هم بشود. بله درسته. خیلی ممنونم آقا، با اجازهتون یک فاصله بگیریم، برمیگردیم با ادامه مباحث. بله در خدمتتون. خیلی ممنونم که کماکان بیننده برنامه خودتون هستید. بخشی رو به اتفاق هم میبینیم، برمیگردیم مجددا در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزار نگاه‌های پرمهر و محبت شما بینندگان بربال ملائک هستیم. بدون اتلاف وقت قرار هستش که همراه بشیم با ادامه مباحثی که جناب حکیم رضوی قمی انتخاب کردن و دارن بیان میکنن، زحمت میکشن و خواهش میکنم حتما با ما همراه باشید. قطعا مطالبی هست که به درد هممون خواهد خورد. حاج آقا در خدمتون هستیم. سلامت بشید. خب در باب دعا شرایط دعا رو بیان کردیم و گفتیم یکی از مسائلی که خیلی مهمه و بحث جدید ماست که میخوایم انشاءالله واردش بشیم اینه که شخصی که میخواد دعا بکنه یک سری از کارها را باید انجام بدهد تا دعایش مستجاب بشود، یک سری از چیزهای را باید بداند که اینها جزء موانع دعا هستند، موانع را نیز باید برطرف کنه تا دعاش به اجابت برسه. باید و نباید های دعاست دیگه. خب ما بایدها رو گفتیم، حالا میخوایم برسیم به بحث نباید. چه چیزی انسان تو وجود خودش نباید داشته باشه که دعاش زودتر مستجاب بشه، دعا اصلا به هدف اجابت برسه، اصلا بله. دعا به مرحله ای برسه که بتواند این دعا مستجاب بشه. خب خیلی هستن دعا میکنند، شرایط دعا هم رعایت میکنند، یعنی همون شرایطی که عرض کردیم، بایدهایی که گفته شد رعایت میکنن ولی دعاشون اجابت نمیشه. خب خیلی از دعاها بجز اون مواردی که عرض کردیم که میشه گفت اکثر، شاید چیزهایی که ما از خداوند تبارک و تعالی درخواست میکنیم به نفع ما نیست یا به ضرر ماست و اصلا اجابتشو اگه خودمونم میدونستیم میگفتیم خدا خوب شد که اجابت نکردی و ممنونیم از تو که اجابت نکردیم، که معمولا به این نتیجه هم میرسیم آج آقا، یعنی بله خیلی وقتی خودمونم میفهمیم، آره که میگیم خدا رو شکر که نشد، بله. اگر میشد مثلا فلان اتفاق میافتاد که بدتر میشد اوضاع. خیلی ها شاید آقا اینو من فکر میکردم خودم فقط تجربه کردم که یک بارم در بر ویژه برنامه عید نوروز سال گذشته بود، یعنی سال 1400 بود اینجا بود، که من اون بحث بیماری که خودم داشتم، کمردری که داشتم، بله. مطرح کردم. خودم فکر میکردم همیشه من یه همچین حسی داشتم و یه همچین اتفاقی برام افتاده، بله. و از یک سختی که خیلی دوست داشتم، همچین سختی اصلا تو زندگیم نمیکشیدم و خیلی راحتتر و زودتر ازش رها میشدم و همیشه نگاه میکردم به دیگران، مثلا این مشکل منو ندارن، میگفتم چرا من باید این مشکل داشته باشم. خب زمان خورد و اون مشکل من و اون درد من و بیماری من باعث شد که خب راه زندگی من عوض بشه و الان مثلا قدردان خدا هستم و تشکر ازش میکنم که این بیماری باعث ترقی من و میشه گفت سکوی پرش من شد. من خودم تصور میکنم شاید مثلا برای یک هزارم از انسان‌ها همچین اتفاقی بیفته، ولی در گذر زمان تو این سال‌ها دیدم نه، خیلی‌ها با مشکلاتی که تو زندگیشون به وجود اومده، با یک سختی‌های خیلی عجیب و غریب که حالا میتونید تو برنامه‌تون از این استفاده بکنید، یعنی عزیزانی که دارن میشنون صدای ما رو
تجربیاتشونو بله. نسبت به سختی هایی که تو زندگیشون کشیدن و بعد از اون سختی و تحملش شیرینی دیدند که علتش همون سختی کشیدن بوده بله. که هر چی هم دعا میکردن مستجاب نمیشده. یعنی خود من هزاران نذر، هزاران دعا، هزاران ختم، چقدر مثلا فکر و خیال راجع به این که چه دعایی بخونم که مشکلم حل شه، چطور دعا بکنم که مشکلم حل شه، ولی هر کاری کردم به نتیجه نرسیدم، چون اون که اون بالاست منتظره که این به روال عادی دنیاییش پیش بره و این مشکل یه نتیجه خیلی بهتر به این بده. لذا این دعاش نباید مستجاب بشه، که من خودم فکر میکردم بهترین چیز برای من یه معجزه است و مستجاب شدن دعای من یک معجزه باشه که من خوب بشم، ولی نباید این اتفاق میافتاد تا یک هدفی رو تو زندگی من تعیین میکرد و منو از زندگی مثلا به این طرف میبرد. من همین مشکلی که مثلا برای خودم بود، یکی از دوستان دیگه چند وقت پیش دیدمش، وقتی که به من گفت من یک بیماری گرفتم، همین مشکل مثلا کمر اینو پیدا کرده بود، الان خود این شخص یکی از بزرگان طب اصلاح مثلا اعمال اصلاح لگن و کتف و مشکلات بدن و عجب. این چیزا تو ایران شده، فقط به خاطر اینکه یک ماه دو ماه به مشکلی برخورد تو زندگیش و همین مشکلات کمر و دیسک و این چیزا، و وارد این وادی شد که خودش درمان بکنه و الان میشه گفت یکی از درجه یک ها توی بله. بحث درمانیه که از فدراسیون تهران حتی مثلا میان توی قم از ایشون کمک میگیرن برای مشکلات مثلا اشخاصی که توی کار ورزش هستن و ضربه خوردن یا مشکلاتی براشون میشون که ایشون اصلاح بکنه و درمان بکنه. بله. چقدر پیشنهاد خوبی رو مطرح کردید حاج آقا. بینندگان عزیز، حتما تجاربی رو که حاج آقا فرمودن، هر چی که در این زمینه تجربه کردید، یک بیماری بوده، یه مدت براتون تلخ بوده، اما بعدش متوجه شدید که اون بیماری باعث ترقی شما شده و بعدها خداوند متعال رو شکر کردین بابت اون، و یا هر اتفاق دیگری که احساس میکنید در این مقوله میگنجه، حتما به شماره های مختلف مربوط به شبکه جهانی بیت العباس علیه السلام ارسال بفرمایید و همچنین میتونین کامنت کنین برای ما و ارسال بکنید و استفاده میکنیم از این تجارب و حتما یک نتیجه مطلوبی رو از این خواهیم گرفت. بله، ان شاء الله تا این برنامه هم اصلا بیان بشه، بله. یه سریش گلچین بشه از دوستانی خیلی که دیدن. خوب میشه. بله. و بحث ما اینه که اینو دوستان در نظر بگیرن، دعاهایی که خیلی نسبت بهش مصر بودند و تمام آرزوشون بوده که اون دعا مستجاب بشه. یعنی بعضی وقتا خب میگم من خودم حس کردم، بعضی وقتا طرف میگه خدا من هیچی تو این دنیا ازت نمیخوام، اینو برا من درستش کن، اینو مستجابش کن. اونهایی که واقعا دوست داشتن دعاشون مستجاب بشه و نشده و دیدن اون نشدنه چه سودی براشون داشته و چه منفعت شیرینی براشون داشته، این تجاربشون رو بگن. اونهایی که الان تو سختی ها و مشکلات هستن با شنیدنش آرامش پیدا میکنن و بهتر میتونن صبر بکنن. البته هیچ وقت نباید دست از دعا کشید، چون گفتیم اهل بیت علیهم السلام و خداوند تبارک و تعالی تو اون جریانی که روایتی که عرض کردیم، بنده ای دائما دعا میکرد، یه بنده دیگه هم دعا میکرد، خدا حاجت یکیشونو داد که خیلی آدم خوبی هم نبود، ولی حاجت اون یکی که نه خیلی هم اهل تقوا بود تو نداد، و این شخص ناراحت شد. تو عالم مکاشفه بهش گفتن اونو ما میخواستیم صداشو نشنویم، ولی از صدای تو خداوند تبارک و تعالی لذت میاره که بندش بخوندش، لذا خدا دوست داره صدای تو رو بشنوه و تو دعا بکنی. اینها رو دوستان حالا به ما تجربهشون بگن تا اینکه انشالله دوستان دیگه هم استفاده بکنن، ولی هیچ وقت دست از دعا نباید کشید و باید دنبال دعا باشیم. خب یکی از علل عدم استجابت دعا که باعث میشه دعا مستجاب نشه، سنگدلیه. در روایت اومده که حضرت مسعود کسی قلب که دیگه. بله، سنگ دل باشه، قسی القلب باشه. عوامل قساوت قلب زیاده. یکیش اصلا گناهه، که خب راوی سوال کرد که آقا چی میشه که عشق انسان خشک میشه؟ حضرت فرمود قساوت قلبه که عشق تو خشک میکنه.
این قسی القلب که بشی، سنگ دل که بشی، دیگه اشکت نمیاد. و حضرت فرمودن کسی سنگ دل میشود که اهل گناه باشه. خب یکی از علل سنگ دل شدن گناه. حالا خیلی چیزا هست، کسی که مثلا قصابی میکنه این مثلا سنگ دلی، مثلا کراهت هم داره کسی که حتی قصابی نه گوشت خورد کردن، بحث ذبح کردنه. اگر به عنوان یک شغل انتخاب بله، بشه ذبح کردن، بله این که کارش اصلا ذبح کردن باشه، کار خیلی مناسبی نیست. البته خب باید کار مؤمن مسلمین را بیفته، ولی اینکه بخواد طرف همیشه ذبح بکنه، این قساوت قلب براش به وجود میاد. قساوت قلب اگر در وجود کسی باشه، این خودش یک نکته لطیفیه که حضرت میفرماید قسی القلب دعاش مستجاب نمیشه. چرا؟ چیزی که به ذهن من میرسه، نیا کنید، دقیقا نقطه مخالف اجابت قساوت، کسی که قسی القلب میشه داره، یعنی درخواست میکنه، میگه آقا من میخوام حرف ناسزا بزنم، من میخوام بد باشم، تو خوب باش. یعنی من میخوام هیچی رو رعایت نکنم، من هر کاری دوست دارم میخوام بکنم، ولی تو باید به من محبت کنی. این حرف معقولی نیست. یه بار عرض کردیم کسی که به درگاه خدا میخواد که خدا برایش چیزی را اجابت بکنه، خودش هم باید اگر چیزی را کسی ازش میخواد و در توانش هست اجابت بکنه. یعنی تو هم باید خصلت بخشندگی تو وجودت باشه تا به خدا میگی ببخش، خدا میگه داداش تو که خودت اصلا بخشنده نیستی، تو خودت هرچی ازت میخوان میتونی انجام بدی ولی رد میکنی، چطور انتظار داری که خداوند تبارک و تعالی نسبت به تو بخشنده باشه؟ اینم همینه به. کسی که قساوت قلب داره و سنگ دله، وقتی میخواد دعا بکنه خدا میگه تو که اینقدر سنگ دلی، تو خودت اول خودت رو درست بکن، بعد بیا درخواست و طلب رحمت و بخشش و اینکه استجابت دعا اتفاق برات بیفته باش. بله، فکر میکنم موارد بعدی بمونه برای جلسات آینده. اگه فرصت دیگه باشه میگیم، نباشه که برای جلسات فرصتمون رو به اتمام هستش. خیلی ممنونم از لطفتون. شما سلامت باشین. سلامت باشین، خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه. مفهوم شد. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. در خصوص دعا صحبت میکردیم، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. حتما حتما در رأس دعاهاتون دعا برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه، که شدیداً در این اوضاع نیازمند این اتفاق مبارک و قشنگ هستیم. بخش دیگری هم وجود داره، خواهش میکنم با ما همراه باشید. ممنون و متشکرم که همراه و هم قدم ما بودید تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه بربال ملائک هم. اما در لحظات طاعات و عبادات و دعاهای خودتون، بنده و همکارانم رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نکنید. تا قسمتی دیگر از برنامه بربال ملائک، شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم. یا علی مدد.